دوستان سلام، در اینجا قصد دارم طریق آپلود کردن فایلی که در قسمت قبل ساخته بودیم برای شما آماده شد. ببینید به دو شکل میشه فایل روی سایت آپلود کرد، یکی توسط نرم افزار QFTP و یکی توسط خود ویندوز. شما در درس‌های قبل یاد گرفتیم که چطور هاست و دومین بخریم. وقتی هاست و دومین خریدیم و سایت ساختیم، مرحله آپلود میمونه که مرحله آپلود به این شکله که من به شما انجام میدم. ببینید ما میریم داخل سایت خود که قبلا رو خریداری کرده بودیم. شما میتونید از این سایت به مدت معدود استفاده کنید. توجه کنیم که پسورد زیر به هیچ عنوان عوض نکنید که تمام برادرهایی که آموزش میبینن بتونن از این استفاده کنن، چون اگر شما پسورد رو هم عوض بکنید و اگر احیانا شما خواستیم وارد از این سایت بشیم و پسورد دیگه عوض شده بود، شما کافیه به ما زنگ بزنید، ما از طریق تلفن پسورد دیگه به شما میگیم و شما میتونید فایل خود و داخل سایت آپلود کنیم و امتحان کنیم. هر وقت خواستیم سایت شخصی بخریم به نام خود بخریم و پسورد دیگه به هیچ کس هم ندیم و قسمت ها قبل آموزش ما را اگر دقیق متوجه شده باشین دیگه نیازی به گفتن نداره. به قسمت ما آدرس هاست و دامین قبلا خریداری کرده بودیم، میزنیم مثلا هرات CDK ما قبلا خریداری کرده بودیم و حال ما هم این فایل ها رو روی آپلود کنیم که پسورد و سی پنل ازیر، یعنی سی پنل بخش مدیریت سایته، مثل کنترل پنل که به این قسمت بخش مدیریت ویندوزه. ببینید تمام چیزا و داخل کنترل پنل وجود داره. سی پنل باز بخش مدیریت سایته. ببینید این فایل هایی بده که من چند درس قبل اینا رو به شما آموزش دادم و اینا رو من به روی سایت آپلود کردم. خب حالا بعد از اینکه سایت دادم، ببینید می قسمت یک بک سلش میزنیم سی پنل، دوباره کلید انتر میزنیم تا وارد سی پنل همین سایت ما باشه. اگر سایت شما دیگه سایتی، خب طبیعتا اینجوری فرق میکنه. می قسمت شما باید یوزرنیمی که ببینید می قسمت شما باید یوزرنیم بزنیم که از جایی که شما سایت خریدیم یوزرنیم و پسورد سی پنل شما رو به ایمیل شما با آدرس ایمیل شما ری میکنه. البته از این سایت ما به شما به داخل CD بگذاشتم و این سایت مدت معدودیه، ممکنه تا چند وقت دیگه این سایت از کار بفته و دیگه سریال دیگه کار نکنه. بی قسمت یوزرنیم می نویسیم و به یک قسمت پایینم پسورد می نویسیم تا وارد داده بشه. وقتی پسورد داخل کامل نمیشتیم لاگین نمی دنیم. توجه داشته باشین که به اینترنت با کم سرعت هیچ وقت خزی استفاده نکنه و یکی هم وقتی به داخل کافی نتا میریم دقیق داشته باشین که از این قسمت روی آپشن کلیک کنیم، به قسمت سیکیورتی کلیک کنیم. ببینید تمام پسورد هایی که سایت ها یا ایمیل آدرس یا یاهو مسنجر ها خوربا میکنیم به اینجی قرار میگیره. اگر دیدیم به اینجی پسورد قرار داره اونا رو کامل رموف کنیم یا پاک کنیم و اگر دیدیم که ای سفر زدیم پیغام ظاهر کرد به شکل به اینجی بنویسیم ادمین. بیشتر کسایی که ایمیل اینا حک میشه به این شکل حک میشه. اوکی میکنیم. دوباره وقت پسورد سیو بشه به اینجی به شما نشون میده. اگر باشه کافیه برید کلیک کنه به شما نشون میده شو پسورد. ببینید هیچ کار به داخل کافینیت ایمیل و یا سایت خود را آپلود نکنید که احتمال زیاد میره ویروسی باشه. به داخل کامپیوترهای آپلود کنید که ویروسی نباشه، 100% تضمینی باشه. ببینید که سی پنل کامل باز شد. ببینید سی پنل ها به دو مدل، یکی ورژن 3 یکی ورژن 2. ورژن 2 که از کمی قدیمی تره، ورژن 3 از جدید تره. اگر وقت شما از روی سایت چیزی میخریم کوشش کنین که ورژن 3 باشه که او امنیت بالایی داره. پی قسمت ها شما به هیچ قسمت کار نگیریم، فقط اگر بلدیم اینا رو کامل کار کنیم. اگر بلد نیم به هیچ کدوم از اینا دست نزنیم. توجه داشته باشین که اگر DVD آموزش وبسایت استفاده میکنیم آموزش تمام از اینا به داخل DVD هسته و اگر از CD استفاده میکنیم به هیچ کدوم از اینا دست نزنیم. فقط کافیه شما بیایم یک قسمت فایل منیجر، برو فایل منیجر کلیک کنیم،
یک صفحه دیگه باز میشه. ببینید 20 صفحه تمام فایلایی که به داخل سایت آپلود شده به قسمت کامل به شما نشون داده میشه که پوشه public.html پوشه یه که تمام اطلاعات شما به داخل سنوه هست. ببینید فایلای قبلی ما از اینجا دلیت میکنه، فایلای که قبل بروی زی آپلود کردون دلیت میکنه و فایلای جدید خور جاکوزی ندنم میکنه. ببینید کافیه فایل انتخاب کنیم، از قسمت روی دلیت کلیک کنیم یا راست کلیک کنیم روی دلیت بزنیم. ببینید دلیت فایل هایی که باید دلیت بشه همین ها بود، این فایل کار نداشته باشیم. ببینید حالا اگه ما بیایم سایت رفرش بکنیم، شما مطلقا هیچی به داخل سایت نخواهید دید. ببینید ریلود من بکنم تا از رو سرور پاک بشه. ببینید که داخل سایت هیچ چیزی وجود نداره. وقتی داخل سایت وجود نداشته باشه این فایل ظاهر میشه. ببینید به این معنی که حالا ما میاییم این فایل هایی که بینجی داریم اینا رو آپلود میکنیم برو سایت. اول اینا رو زیپ میکنیم تا خیلی فشرده شه که انگام آپلود ما رو عذاب نکنیم. اینه 20 کیلوتیر میزنیم و اوکی میکنیم. بعد خب که حجمه زی شده 9 مگابایت. البته تا کوشش کنیم که از عکس‌های کم حجم قسمت قبل ما شما گفتم ادونه استفاده کنیم. ببینید به این قسمت بروی آپلود کلیک کنید. ببینید صفحه دیگه به شما باز میشه. خب بعد از باز شدن این صفحه به این شکل صفحه شما از این گزینه براوز کلیک مونه و روی دسکتاپ فایلی که قبلا زیپ کرده بودیم اوپن میکنیم. ببینید توجه داشته باشید که فایل های کم حجم از اینجا دانلود آپلود کنید. کوشش کنید که از طریق FTP آپلود کنید، چون از این طریق بسیار طول میکشه و حجم فایل اگر زیاد منتظر میمونه مقداره. ببینید شما حالا باید منتظر بمونید تا این فایل ها کامل آپلود بشه. خب ببینیم که نرم افزار با موفقیت آپلود شد. حالا میبینیم به قسمت قبلی و ریلود میکنیم تا تمام فایل هایی که ما آپلود کردیم به اینجا قرار گرفت. ببینید که فایل هایی که ما آپلود کردیم به این قسمت، از قسمت بالا کلیک میکنیم و اکسترک میزنیم و به قسمت اکسترک فایل رو میزنیم. ببینید که فایل های ما با موفقیت از حالت فشرده خارج شد. حالا ما این فایل رو دلیت میکنیم از این قسمت. کافی بروی از کلیک کنه و یا بالا خود او رو انتخاب کنه و کلید دلیت بزنیم. از این قسمت شما میتونیم این جنیو فولدر ایجاد کنیم و از این قسمت هم میتونیم فایل اضافه کنیم. خب حالا ما میریم سایت رو رفرش میکنیم. ببینید که سایت قبلا هیچی نداشت. حالا اگر ما بیایم رفرش کنیم مطلقا داخل ازی ببینید که فایل ها ما آپلود شد. ببینید این نوشته ما به این عکسایی که در حال آمدن. ببینید اگر ما رزی کلیک کنم میره به صفحه 2 که صفحه 2 هم این صفحه اوله و این صفحه 2 یه همه اکس هایی که ما با
روی سایت خود آپلود کردیم. یک طریق به این شکل بود که ما از طریق سی پنل بیامدیم و اینا رو آپلود کردیم. یک طریق دیگه هم هست که ورد میشه توسط نرم افزار QTFTP فایل ها روی سیستم آپلود کرد. ببینید که من نرم افزار QTFTP به داخل CD به شما بگذاشتم. اگر به داخل CD نبود مطلقاً به داخل DVD حتما خواهد بود. ببینید نرم افزار رو نصب میکنیم و کرکر هم اجرا میکنیم. البته وقت کرکر اجرا میکنیم باید سیستم شما به اینترنت وصل نباشه، دیومدی انتی ویروس شما فعال نباشه، ورنه مثل دی انتی ویروس ما جلو دور میگردونه. ایر کپی کنیم به محل که FTP کیوت قرار داره، راست کلیک و پاراپارتیز پوینت تارگت و به این قسمت کلیک کپی کنیم. حالا این برنامه رو اوپن کنیم. پچه بزنیم. حال نرم افزار از داخل استارت به این قسمت آدرس سایت خود بنویسیم. به این قسمت یوزرنیم خود بنویسیم. به این قسمت پسورد خود بنویسیم و به این قسمت کانکت بزنیم. ببینید که در حال وصل شدن به روی سروره. اگر هر کدوم از اینا یک کلمه اشتباه زنیم به هیچ عنوان به سرور شما وصل نمیشه. روش قبلی کمی سخت‌تره و توصیه نمیشه. کوشش کنیم هر وقت فایل آپلود میکنیم از طریق QTFTP آپلود کنیم که نرم افزار خیلی با سرعت بالای فایل به روی سیستم شما آپلود میکنه. ببینید که داخل فایل داخل سرور اصلی ما رو داخل پبلک HTML کلیک میکنیم. ببینید که فایل ما به اینجا قرار داره. مثلا اگر ما بخوایم یک فایل دلیت بکنیم یا این فایل رو بخوایم آپلود کنیم کافیه فیلم یک از اینجا دلیت میکنیم. یک دوباره همون فایل آپلود هم از قسمت راست کلیک میکنیم آپلود میشه. ببینیم اینجی نشون میده که چند درصد آپلود میشه. ببینید که 100% آپلود شد به اینجی قرار گرفت. طریق آپلود کردن توسط QTFTP به این شکله. دیگه فایل هایی که به داخل روت از اینه هیچ وقت شما به کار نگیریم. اگر یک وقتی شما از سرور استفاده میکنه که فایل ها کدوم نداره، یک پبلک HTML نداره، ممکنه به داخل WWW شما بندازیم. اگر WWW HTML ایندکس HTML نداشت مطلقا باید شما از سرور اختصاصی استفاده کرده باشیم، چون سرور اختصاصی بیشتری WWW نداره و به صورتی هسته که شما خود شما باید یک فولدر درست کنیم و داخل از فولدر آدرس روتیر بدیم که از طریق از او البته برو سیستم ها لینوکس هم به می شکله. شما باید یک فولدر درست کنیم مثل می WWW برنامه که دل شما خواسته باشه و فایل ها خود داخل از او بردیم. اونا برای سرور ها اختصاصیه. اینا که سرور ها عمومی. موفق باشیم.